سلام، علیرضا هستم. تو این ویدیو میخوام در رابطه با قسمت فک تحتانی، یعنی همین قسمتی که باعث میشه من بتونم حرف بزنم و بتونم غذا بخورم، براتون توضیح بدم. ببینید، این استخون بهش ما میگیم مندیبل. خب این استخون توسط یک مفصل به سر من متصل شده. حالا اگه این مفصل رو شما بیاین نگاه بکنید، توسط دو تا زائده محدود میشه، اما زائده ها انقدری نیست که نتونه در بیاد. بعضی وقتا که شما خمیازه میکشی، شما بلند میخندی، ممکنه که این مفصل از جای خودش در بیاد. به نحوه جا انداختنش رو من تو سالن مولاژ بهتون توضیح میدم. اما بعضی وقتا شما وقتی زیاد حرف میزنی، وقتی رفتی دندون پزشکی، دهنه برای مدت زیادی باز مونده، ممکنه که عضلات جونده شما دچار اسپاس بشه. برای اینکه ما بیایم این عضلات رو از حالت اسپاسمی آزاد بکنیم، کافیه که بیایم این قسمت رو ماساژ بدیم. دقیقا خط ریش آقایون رو بیایم پایین، یه زائده اینجا وجود داره. انگشت شستت رو فشار بدیم این قسمت پایین و روی پایین ماساژ بدیم. چند بار که این عمل انجام بدیم، این عضلات آزاد میشن و مشکل شما حل میشه. حالا به سالن مولاژ نحوه جا انداختن این مفصل رو براتون توضیح بدم. سلام، اومدیم سالن مولاژ. میخوام نحوه جا انداختن یکی از مفصل‌های اسکال یا جمجمه رو براتون بگم. ببینید، این جمجمه از 22 تا استخون تشکیل شده که همه استخون‌ها ثابتن. همه مفاصل ثابتن. به جز یکی از مفاصل اون که مفصل تمپورو مندیبولار جوینت، یعنی TMJ، که میاد فک تحتانی و استخوان تمپورال وصل می‌کنه. این مفصل گاهن پیش میاد که در میره، یعنی ممکنه شما قهقهه بزنید، خیلی بلند بخندید، یا اینکه خمیازه بکشید، ضربی وارد بشه، ترومایی وارد بشه و این مفصل در بره. خب نحوه جا انداختنش به چه شکله؟ ببینید، من حرکت دست رو بهتون نشون میدم. باید به این شکل بکن، دست رو به داخل دهان کسی که دچار آرزه شده، از مچ دست میشکنید، یه ذره میدین رو به جلو. این نحوه جا انداختنشه، میشکنید، میدین رو به جلو. بعد حواستون باشه که سر اون شخص رو به جای حائل کرده باشه یا یه نفر از پاشون رو گرفته باشه. حالا من میخوام روی مولاژ نشون بدم. ببینید، دست رو دقیقا دستکش میپوشید، دست رو برید داخل دهان طرف، از مچ دست میشکنید، میدید رو به جلو. اگر این ویدیو واسهتون مفید بود، حتما این ویدیو رو لایک بکنید، با دوستاتون هم به اشتراک بذارید، چون که لایک کردن شما و اشتراک گذاری این ویدیو باعث میشه که این ویدیو بهتر دیده بشه، بیشتر دیده بشه و افراد بیشتری بتونن از اون استفاده بکنن.